سرخط مهمترین خبرها، بازداشت یک تاجک در امریکا با گمان رعایت نکردن تحریم ضد روسیه، سازمان ملل حمله به یک اردوگاه پناهجویان در غزه را محکوم کرد و هشدار کمیته حالتهای فوق‌العاده در باره آمدن سیل. درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 2 نوامبر است. مقامات امریکا 3 شهروند روسیه را که یکی از آنها همزمان شهروندی تاجیکستان را هم دارد به گمان رعایت نکردن تحریم های ضد مسکو بازداشت نمودند. نیکولای گالسف، کریستینا پوزیریوا و سلیمجان نصرالدینوف به صادرات محصولات ممنوع تکنیکی به روسیه متهمند. گفته می شود که این محصولات در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده شده است. خبر روز 31 اکتبر نشر شد. رادیوی آزادی تا ایندم واکنش نزدیکان سلیمجان نصرالدینوف را در مورد قضیه به دست نآورد. خبرگزاری فرانس پرس سلیمجان نصرالدینوف 52 ساله را شریک احتمالی نیکولای کولسف و همسرش کریستینا پوزیریوا نامبر کرده است. ایوان ارویلو، مأمور ویژه دپارتمان امنیت ملی آمریکا، در بیانیه گفت سگانه به فرستادن محصولات زیر تحریم با ارزش تقریبا 10 میلیون دلار به روسیه گمان زده هستند. وزارت عدلیه آمریکا در اظهارات گفت بعضی از نمونه های محصولات های فرستاده آنها در دران و تانک ها و چرخبال های مصادره شده روسیه در اوکراین دیده شده است. با گزارش رسانه ها محصولات به واسطه شرکت های برازز و الکترونیکس خریده شده است. هر دو شرکت را در بروکلین ثبت نام کردند. سلیمجان نصرالدینوف که 5 نوامبر 53 ساله خواهد شد، دانشگاه پلی تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده، سپس در روسیه کار و زندگی و تجارت کرده است و چند سال پیش به آمریکا کوچید و سال 2021 در معرکه تاجیکان ایالات متحده در نیویورک اشتراک و سخنرانی کرد. سازمان ملل حمله به یک از کلانترین اردوگاه های پناهندگان در غزه را که باعث مرگ ده ها نفر گردید محکوم کرد. این حمله روز 31 اکتبر رخ داد و به گفته گروه حماس باعث کشته شدن دست کم 47 نفر گردید. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، 1 نوامبر در اظهارات گفت آنتونیو گوترش، دبیر کل، از افزایش خشونت ها در نوار غزه نگران است. دبیر کل از کشتار زنان و کودکان فلسطینی در حمله های هوایی اسرائیل به اردوگاه سرادم جبلیه نگرانی کرد، افزود سخنگوی آنتونیو گوترش. اسرائیل گفته است هدف این حمله یک فرمانده حماس بود و او نیز در میان کشته شده ها است. جنگ میان اسرائیل و حماس از 7 اکتبر امسال به این طرف ادامه دارد. تل اویو میگوید در حمله حماس به جنوب اسرائیل 1400 شهروند این کشور کشته و 240 کس گروگان افتادند. وزارت تندرستی غزه میگوید بر اثر حمله های هوایی و زمینی اسرائیل در تقریبا 4 هفته اخیر بیش از 8500 فلسطینی کشته شدند، قسمی از آنها کودکانند. در این باره یک خبر دیگر هم داریم. گروه اولین شهروندان خارجی و تعدادی از شخصان شدیداً زخمی روز 1 نوامبر از نوار غزه وارد مصر شدند. انتقال آنها بر اساس سازش مصر، حماس و اسرائیل با میان روی قطر صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز با تکیه بر رسانه ها و منابع مصری گزارش داد که این گروه با ماشین های یاری تجلی از گذرگاه سرحدی رفح به مصر در آمدند. قبلا به واسطه گذرگاه رفح یاری های بشردوستانه وارد غزه شده بود. کاخ سفید گفته است جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، لایحه تصدیق کرده جمهوری خواهان در کنگرس را درباره کمک به اسرائیل رد می کند. شرط بایدن این بود است که در برابر کمک به اسرائیل به لایحه قانون یاری به اوکراین نیز شامل کرده شود. این طرح قانون از سوی مایک جانسون، رئیس نوی جمهوری خواه، در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد شده بود. قبلا ماموریت بایدن از قانونگذاران ایالات متحده برای امنیت ملی از جمله کمک به اسرائیل و اوکراین 106 میلیارد دلار خواست، اما جمهوری خواهان که اکثریت را در مجلس نمایندگان تشکیل می‌دهند یاری‌ها به اوکراین را تصدیق نکردند. ادامه موضوع در گزارش شهلای گلخواجه. مقامات امریکا روز سه‌شنبه به قانونگذاران فشار آوردند که به زودی برای حل جنگ دو جبهه توسط ارائه بیش از 14 میلیارد دلار کمک به اسرائیل و زیاده از 61 میلیارد دلار کمک به اوکراین اقدام کنند. رهبریت امریکا آن چیزی است که جهان را متحد می نماید و اگر ما رهبری نکنیم، خراجات و تهدیدها به ایالات متحده افزایش خواهند یافت. مایک جونسون، رئیس نوی جمهوری خواه، در مجلس نمایندگان آمریکا شام دوشنبه قانونی را انتشار کرد که کمک به اوکراین را از یاری به اسرائیل جدا میکند. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، این را اشتباه استراتژی نام برد. این نه تنها به ارزش های ما
بلکه به منفیت های اساسی ما ضرر می رساند. ارزش ها از آن عبارتند که ما همه در واکنش کردن به تجاوزگران و مشت زورانی که می کوشند به همسایگانشان حکمرانی کنند و در این روند رنج و عذاب های زیاد را به بار می آورند متحد هستیم. مقاومت به دور نوی مبلغ گذاری اوکراین برای مبارزه با تجاوز روسیه در پالاته نمایندگان پالاته پایانی کنگرس امریکا بیشتر است. اما در سنت امریکا آواز رهبر اقلیت ها میچ مکونل برای ادامه کمک به اوکراین کلیدی بود. روسیه می خواهد که تروریست های از جانب ایران پشتیبانی شده در خاور میانه امریکا و متحدان ما را ضعیف سازند. ایران می خواهد پیروزی روسیه بر اوکراین را ببیند که غرب را از هم جدا کرده است و همکاری های دفاعی خود را با مسکو عمیق‌تر نموده است. برخی از سناترهای جمهوری خو از اون که نظرات کمک رسانی نکفایه است اصور نگرانی نموده می گویند امریکا نمی تواند جنگ را به مدت نامعین مبلغ گذاری کند. ما باید دانیم که در دایره این مبلغ گذاری استراتژی داریم. از اوی سینت که اکثریت رو دیمکرات رو تشکیل میدیند، احتمال از پیشنیاد مبلغ گذاری جداگونه اسرائیل جلوگیری نموده، میگویند که آن باید با کمک به اوکراین طوری که کوخ سفید طلب کرده است، یک جویا کرده شود. اوستین گفت ارائه کمک به اوکراین در نهایت میتواند باعث برخورد آمریکا و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین شود. من شبه ندارم که دیر یا زود او ناتو را به چالش میکشد و ما خود را در سبقت تیراندازی میبینیم. پالاته نمایندگان میتواند روز پنجشنبه عهد کمک به اسرائیل آواز دهد که در آنجا بین دموکراتای پیشرفته به آن مخالفت دارند. بلینکن گفت یاری به فلسطینیان یک بخش اصلی این کمک خواهد بود. کمک بشردوستانه برای امنیت اسرائیل نیز مهم است. تأمین کمک و حمایه فوری به غیر نظامیان فلسطینی در این درگیری ها یک زمینه ضروری برای دریافت شریکان در غزه است که در مقایسه با حماس دیدگاه دیگر به آینده دارند. درخواست کمک از کاخ سفید و جمهوری خواهان برای پشتیبانی از نظام های دفاع هوایی و موشکی اسرائیل بیش از 10 میلیارد دلار را در بر می گیرد. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان هشدار داده است که آغاز هفته آینده در وادی‌های کشور باران‌های سخت می‌بارد و احتمال در ناحیه‌های کوهی سیل آید. در اطلاعیه کمیته آمده است روزهای 6-7 نوامبر در وادی‌های مملکت باریدن باران‌های شدید در نظر است. در اکثر ناحیه‌های تابع جمهوری نیز باریدن باران شدید، ژاله و رعد و برق در نظر است. گفته است کمیته به قول منبع حرارت هوا روزانه تا 8-10 درجه پست می‌شود. طبق پیشبینی کمیته در پی باران‌های سخت شاید سطح آب در دریاهای یاخسو، قزلسو و رودخانه‌هایی که از قطارکوههای حصار جاری می‌شوند بلند شود. مقامات از ساکنان خواستند در این روزها در راه‌های کوهی احتیاطکار باشند و از سفر و جمع‌آوری هیزم در کوهسار خودداری نمایند. بخشی از روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 نوامبر را فرا می‌گیرد. دویم نویبر روز ختمی به جزایی برای قتل جورنالیستان می باشد. در تاجیکستان سالهای جنگ شهروندی دستکم 74 جورنالیست و بسیارشان برای اجرای فعالیت های کسبی کشته شدند و تنها چند پرونده تا آخر تحقیق و عاملان به جوابگری کشیده شدند. محققان مطبوعات تاجیکستان می گویند موضوع قتل و کشتار جورنالیستان که رسالتشان به مردم رسانیدن حقیقت تحولات سیاسی و اجتماعی کشور است پر و همه جانبه تحقیق نشده است. دویم نویبر سال 2016 پارلمان به دو قانون درباره خدمت دولتی و درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان تغییرات وارد کرده و شخصانی دارای دو شهروندی کار در این ساختارها را منع کرد. در سالهای استقلالی در این ساختارها برخی خدمتچیان دولتی و هم خادمان حفظ قانون برابر با شناسنامه تاجیکستان شهروندی روسیه شدند. تشبسکاران محدودیت در قانون گفتند مسئولیت کسبی و هم صداقت خدمتچیان را به دولت و وطن بالا میبرد. از 2 نوامبر سال 2017 در تاجیکستان محدودیت در فروش و استعمال سیگار و تماکو جاری شد. از جمله فروش سیگار در نزد مؤسسه های تعلیمی، فرهنگی و دینی و مهمانخانه ها منع گردید. سازمان جهانی تندرستی که از این قرار استقبال کرد گفت تاجیکستان باید سیگار کشی در تمامی مکان های جمعیتی را منع کند. آمار رسمی حساب کرده است که در تاجیکستان 500,000 نفر و از آنها 78% مردان و 10% زنان سیگار کش می باشند.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکا تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 117 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1094 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز و پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. تشکر که برنامه های رادیوی آزادی را پیگیری میکنید.